با درود و عرض ادب و احترام، رستانه هستم از امریکای شمالی در برنامه دیگری برای معرفی متخصصین ایرانیان جهان. در خدمت آقای محمد باقر باقری، یکی از پژوهشگران حوزه تفکر امروز هستم. افتخار اینو دارم که به صحبت‌های ارزشمندشون امروز گوش بدم و شما مخاطبان جوایز پارسی هم بدون هیچ تردیدی از این گفتگو استفاده خواهید کرد. بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت من رو پذیرفتید. خیلی خوش آمدید به مجموعه جوایز پارسی برنامه خودتون. خواهش میکنم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز برنامه های شما. تشکر میکنم از دعوتتون. بسیار سپاسگزارم از حضورتون. همجوری که قبلا خدمتتون عرض کردم، علاقمند هستم که جناب عالی رو به مخاطبان جوایز پارسی بیشتر معرفی کنم و اینکه اگر که محبت کنید بگید از کجای ایران زمین هستید، در کجا به دنیا آمدید و اندکی در اون ارتباط بفرمایید، بسیار ممنون میشم. خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که بنده متولد شهرستان رفسنجان از استان کرمان هستم. در خانواده ای که به هر حال دو تا وجهش برای من همیشه برجسته بود، یکی این که خیلی مذهبی بود و دوم این که اهل شعر و ادبیات بود، به دنیا آمدم. مرحوم پدرم بسیار انسان با صداقتی بود و در شهر به این مسئله شهره بود و از کودکی این مسئله منو خیلی خوشحال میکرد که هر جا که اسم میبردم که پسر فلانی هستم به من خیلی احترام میگذاشتن و این کودکی منو خیلی برام شیرین میکرد و انسان با فضیلتی بود. مرحوم مادر هم خیلی اهل شعر و ادبیات بودن، به طرزی که اگر مثلا باهاشون می‌نشستید یکی دو ساعت مشاعره می‌کردید توی شعر کم نمی‌آوردن. این تقریبا بک‌گراندی هست که از کودکی خودم دارم و این دو نفر رو اولین معلم‌های خودم در زندگی می‌دونم و همیشه به یادشون هستم و قدرشناس زحماتی که برای من کشیدن. راو و زنده باد به شما. ممنونم از توضیحاتی که دادید. اگر که بخوام از جناب باقری بپرسم، در ارتباط با تحصیلات دانشگاهیتون برای من بگید، ممکنه؟ خواهش میکنم. بله، بنده بعد از اینکه دیپلم رو گرفتم وارد دانشگاه شهید باهنر کرمان شدم در رشته زبان و ادبیات انگلیسی، که حالا اینم یه داستانی داشت برای خودش. توی مدرسه چون درسم خوب بود، یه مقدار بچه‌هایی که درسشون بهتره معمولا به رشته های علوم تجربی میرن توی دبیرستان و همیشه این یکی از اشتباهات زندگی من بود واقعا، چون من از نوجوانی علاقه زیادی به بحث های فلسفی و علوم انسانی داشتم و بعدا دیگه وارد دانشگاه که شدم، یعنی کنکور رو سالی که باید شرکت می کردم با اینکه دیپلم تجربی داشتم علوم انسانی شرکت کردم و بعدا دیگه به ملاحظاتی وارد رشته ادبیات انگلیسی شدم دانشگاه شهید باهنر سال 68 با تقویم فارسی. بعد از 4 سال سال 72 وارد دانشگاه اصفهان شدم در رشته زبانشناسی همگانی. اونجا از محضر استادای مانند دکتر سپنتا و دکتر فکری، دکتر فرهاد مشفقی استفاده کردم. بعد از اون مدتی تحصیل رو کنار گذاشتم، در واقع کارم رو شروع کردم و ازدواج کردم. در اون مقطع تدریس در دانشگاه رو شروع کردم و همزمان یک آموزشگاه زبانی رو تأسیس کردم و همچنین یک هفته‌نامه‌ای به نام گلبانگ آزادی رو در اون مقطع میتونم بگم 3 تا شغل داشتم. این 3 تا رو انجام میدادم بعد از دانشگاه اصفهان و اون مقطعی که در دانشگاه مشغول تدریس بودم. مجددا برگشتم به ادامه تحصیل و چون میخواستم دکترامو در آموزش بگیرم
گرایش آموزش زبان اومدم و ابتدا یه فوق لیسانس دیگه گرفتم در آموزش و بعد از اون وارد دانشگاه علوم و تحقیقات تهران شدم و اونجا دکترای خودم رو گرفتم و رساله دکترامو در زمینه تفکر نقادانه یا critical thinking نوشتم. نقشی که در واقع در نظام آموزشی ایران داره و یک مدل آموزشی برای تفکر ارائه کردم در رساله دکترام و دیگه از اونجا مسیر زندگی من، چون من گم شدم و در علوم تحقیقات تهران پیدا کردم که اون مسئله تفکر بود و به شدت منو علاقمند کرد. و در دانشگاه علوم تحقیقات هم دکتر بیرجندی، پرویز بیرجندی، دکتر پرویز مفتون، دکتر منصور فهیم اساتید من بودن و خلاصه از محضرشون استفاده کردم و الانم که در خدمت شما هستم. زنده باد، براو، بسیار خوشحالم از این آشنایی و اینی که در ارتباط با critical thinking، یک مبحثی که من به عنوان شخصی که خودم به هر ترتیب سالیان زیادی خارج از کشور هستم، احساس میکنم غیر از ایرانی ها کل مردم جهان به همچین مقوله نیازمندن و خیلی برام جذاب بود که بتونم در خدمتتون خودم شخصا باشم. اگر که بخوام ازتون توضیحاتی رو در این ارتباط بخوام، در واقع در مورد مقوله کریتیکال تینکینگ که به طور تخصصی در آن همینجور که فرمودین تحقیق کردید، مطالبی رو شاید فهرستوار بفرمایید، چون بسیار علاقه‌مندم که در بخش سمینارهای تخصصی جوایز فارسی در خدمتتون باشم، ولی اگر میتونید یه پکیجی رو برای مخاطبان جوایز فارسی ما در این ارتباط بگید و افکار اونها رو به این سمت سوق بدید که بیشتر تفکر کنند و اون انتقادهایی که بعد از به هر ترتیب افکار همه ما که در گذشته داشتیم، یعنی که چرا ما تعلیم ندیدیم اصلا، چرا ما همانند نقاشی، همانند همونجور که خودتون در سخنانتون در گذشته بهم گفتید، مثل تمامی به هر حال موارد دیگه ای که خانواده ها به فرزندانشون تعلیم میدن، ما چرا به این مقوله زیاد نپرداختیم؟ و آقای دکتر باقری رو داریم که در این ارتباط برامون توضیحاتی بده، و یا چه باید بکنیم ما پدر مادرها، چه باید بکنیم؟ اگر برام یک برنامه رو اوپن کنین، اینجا باز کنین، ممنون میشم، صحبتاتون میشنوم. بسیار خوشحال میشم که در این ارتباط بیشتر صحبت بکنیم، چون همونطور که فرمودید نیاز جوامع بشری به خصوص جامعه ایرانی هست. یکی از ظلم هایی که به مبحث تفکر نقادانه یا critical thinking شده این بوده که بسیاری از افراد تصور می کنند که تفکر یک کار تخصصیه، یک کار روشنفکریه، یک کار فلسفیه و آدمایی که اهل فن هستند فقط می تونند فکر بکنند و بقیه بهتر وارد این مباحث نشن، شاید خسته کننده باشه، شاید براشون حتی ملال آور باشه، در حالی که تفکر یک مهارت زندگیه و همونطور که ما رانندگی رو یاد میگیریم، همونطور که خانواده ها توجه دارن فرزندانشون نقاشی یاد بگیرن، شنا یاد بگیرن، باید به این مبحث به شکل یک مهارت زندگی نگاه کنیم. این نکته کلیدی قضیه هست، چون هر جا که از من درباره حالا کارهایی که انجام میدم، تخصصم صحبت میشه، وقتی که میگم من کریتیکال تینکینگ کار میکنم، سریع ذهن افراد میره به حوزه فلسفه که شما فلسفه خوندید، میگم نه، من رشته تخصصیم هم فلسفه اتفاقا نبوده. میدونید مسئله تفکر در رشته های مختلفی، پژوهشگران مختلفی به بحث هایی که ما انجام میدیم کمک میکنند. بله، فلسفه بخشی از کار هست، ولی ما هرگز در بحث های فلسفی باقی نمیمانیم. اونا یک جنبه ای از کار ما هستند. روانشناسی کمک میکنه به ما برای، ببینید ما اگه بخوایم فکر کردن رو به خوبی انجام بدیم، اول باید بشناسیمش. تعریف
دقیق تری ازش داشته باشیم تا بعدا بتونیم براش مدل، بعد از اینکه تعریفش کردیم بریم براش مدل آموزشی طراحی بکنیم و بعد از اون بتونیم اونو مورد سنجش قرار بدیم. خب چگونه اینو مورد سنجش قرار و اندازه‌گیری قرار بدیم؟ چه نوع تستی به ما نشون میده که سطح یا کیفیت تفکر در این شخص به خصوص چگونه هست؟ مبحثی که ما دنبال میکنیم، حتی وقتی که قرار شد من این آموزش رو در تلویزیون آینه داشته باشم، با داریوش جان اقبالی که صحبت میکردیم خیلی روی اسم برنامه، عنوان برنامه فکر میکردیم که حواسمون باشه که عنوان برنامه اگه خیلی فنی انتخاب بشه ممکنه دوباره اذهان رو از آنجا، از اون چیزی که ما میخوایم بهش توجه کنن، ممکنه طرف اصلا بگه خب این کریتیکال تینکینگ هست، یه کار اکادمیک هست، تخصصی هست و به درد من نمیخوره، من نه رشته تحصیلیمه نه شاید به فلسفه اینجور چیزهای علاقه داشته باشه. در حالی که و به همین دلیل ما اسم برنامه رو گذاشتیم مهارت درست فکر کردن، که کاملا افراد احساس نزدیکی بکنن. همه ما باید در زندگیمون تصمیم بگیریم. هنر تصمیم گیری بخشی از مهارت تفکره. هنر پرسشگری بخشی از مهارت تفکره. اگر بخوام تفکر رو به شکل یک مهارت آنگونی که ما تعریف کردیم و براش مدل آموزشی نوشتیم و تدریس کردیم خدمتون معرفی کنم، عزیزان اگر مایل باشن که تفکر رو به شکل یک مهارت زندگی یاد بگیرن، این مستلزم این هست که در 3 زمینه فعالیت بکنن. یکی این که انسان بالفطره درست فکر نمی کنه. این یکی از اصول اساسی مطالعات تفکر هست. یعنی هم فلسفه اینو به ما میگه، هم روانشناسی به ما میگه، هم نوروساینس به ما میگه که انسان درست فکر نمی کنه مگر اینکه درست فکر کردن رو یاد بگیره. چرا انسان درست فکر نمی کنه؟ به خاطر اینکه محدودیت هایی، موانعی بر سر راه درست فکر کردن هست. مثلا گاهی من میبینم که افراد رو توصیه میکنن که برو فکر کن. خب آیا این فردی که شما دارید بهش توصیه میکنید، حالا به احترام سخن و صحبت شما قبول بکنه، آیا ابزار تفکر رو داره؟ خب این با همین مغز و ذهنی که الان در اختیار داره و تا دیروز فکر میکرده، یک ذهنیت نادرست در زمینه تفکر وجود داره که ما یک دستگاهی تو مغزمونه که اسمش هست عقل، و انگار این آدمی که مثلا درست فکر نمیکنه، درست رفتار نمیکنه، از این عقل استفاده نمیکنه، در حالی که این یک تصور موهومه. این اصلا چنین چیزی وجود نداره. هر کدام از ما عقل خودمون رو میسازیم در طول زندگی و با اون عقل فکر میکنیم و رفتار میکنیم و زندگی میکنیم. دستگاهی نیست، چیزی در مغز ما وجود نداره که ما رو مثلا خوب و بد رو به ما نشون بده. خوب و بد رو جامعه برای ما، محیط برای ما تعریف میکنه و ما اون رو از طریق محیط میگیریم. به هر حال کسی که میخواد مهارت تفکر رو یاد بگیره، اولین قدم این هست که بداند که یک موانعی سر راهش. این گونه نیست که من تصمیم بگیرم میخوام درست فکر بکنم و همه چیز مهیا باشه و کارم رو شروع بکنم. یکی از مباحثی که در سمینارها، در دوره‌های آموزشی ما مورد توجه قرار میدیم، برطرف کردن و کنترل کردن موانع درست فکر کردنه، که میشه واردش موانع درون ذهنی یا انترنزیک داریم، موانع برون ذهنی یا محیطی که انگلیسیش حالا اکسترنزیک داریم. حتی علاوه بر این که ما در کاگنیشنمون
سوگیری های شناختی رو داریم، مکانیسم های دفاعی ذهن رو داریم، از مغالطه استفاده می کنیم در بحث هامون، که اینها همه موانع تفکر هستند و برخی ویژگی های شخصیتی در کنار اینها موانع محیطی هم هست. یعنی دولت ها نمیذارن انسان ها درست فکر بکنن، رسانه ها نمیذارن انسان ها درست فکر بکنن و دائما در حال شستشوی مغزی مردم هستند. و این گونه نیست که من الان فکر تصمیم بگیرم که من میخوام درست فکر بکنم و بستر برای من کاملا مهیا باشه. نه، از نظر مغزی من این آمادگی رو دارم، مطالعات نشون میده، باید برم این موانع درون ذهنی رو باهاشون به هر حال وارد مبارزه بشم، سوگیری های شناختی رو کنترل بکنم و چیزهای دیگه، و هم از نظر محیطی. بعد از اون دیگه از این بخش که جدا میشیم، عرض کردم در سه حوزه باید کار بکنه هر کس که میخواد مهارت تفکر رو یاد بگیره، میایم سراغ اون چیزی که باید ایجاد بکنه. اون بخش سلبیش بود، بخش ایجابیش میگن که تفکر پرنده است با دو بال، فضیلت های فکری intellectual virtues و مهارت های فکری thinking skills. اگر انسان فضیلت های فکری رو یاد نگیره، از فکرش اتفاقا در جهت خودخواهی هاش میره استفاده میکنه و شاید آدم خطرناکی هم بشه. در دوره های آموزشی میگن قبل از اینکه فن مهارت رو یاد و اون مهارت تفکر رو ببخشید یاد بدید، برید سراغ فضیلت ها، اون شخص رو از نظر شخصیتی آماده کنید برای فکر کردن. برخی فضیلت های فکری که من در مدلی که نوشتم 14 تا هست، اونا رو آموزش میدیم، که مثلا تواضع فکری intellectual humility، خدمتون عرض کنم intellectual empathy، همدلی فکری intellectual fair-mindedness یا انصاف فکری، اینا میره جز اون 14 تا. بعد از اون میایم سراغ بخش مهارتیش. بخش مهارتی تفکر شامل هنر تصمیم گیری، هنر استدلال کردن، هنر پرسشگری، هنر حل مسئله. هر کس به هر حال در زندگی با مشکلاتی مواجهه و ما واقعا جای این آموزش هم در خانواده و هم در مدرسه خالی بوده. ای کاش ما به روزی رو ببینیم که از دبستان شروع کنند مهارت فکر کردن رو به بچه ها یاد دادن. ما در خانواده هامون بزرگ میشیم و با اون مشاهده‌ای که انجام میدیم، یه نوع تصمیم گیری و فکر کردن و حل مسئله و اینها رو یاد میگیریم، در حالی که دنیای امروز، شما عزیزانی که این برنامه رو میبینن، یه سرچ کوچولو انجام بدید در مورد مهارت‌های قرن 21. در اینترنت یه سرچ که انجام بدید میبینید که مهارت‌های تفکر جزو اصلی ترین و بالاترین مهارت‌های زندگی هستند و سازمان ملل که روزی لیترسی یا سواد رو صرفاً خواندن و نوشتن میدانست، بعداً به این ریالیزیشن رسید که کسی که باید زبان انگلیسی هم بلد باشه تا بتونه در دنیا، در جهان امروز مثلا فعال باشه، تحصیل بکنه، کار بکنه. امروزه تعاریف لیترسی آمده به سمت تفکر، آمده به این که اگه مهارت‌های فکری رو نداشته باشی، اصلا شما رو باسواد به اون معنا به حساب نمیارن. این تقریبا خواستم خلاصه‌ای باشه از اون کاری که انجام میدیم. باز هم اگر سوالی هست در خدمت شما هستم. براو به شما، ممنونم از توضیحاتی که دادید. پس به این شکلی که من در خدمتتون هستم و میشنوم اینه که این در واقع تفکر نقادانه، critical thinking، آموختنیه و موروثی نمیتونه باشه. آیا این درسته؟ یعنی این اصلا هیچ گونه، یعنی در واقع باید بیشتر آموخته بشه؟ بله، دقیقا همینطور، 100% به این شکل. بله، انسان به طور ذاتی خودخواهه. سه ویژگی انسان باعث میشه که در تفکر
خب به سمت خودش عمل میکنه. یکی در واقع راحت طلبیشه، راحت طلبی انسانها رو به سمت تقلید سوق میده. یکی منفعت طلبیه، به دنبال سود خودشه، به دنبال منفعتشه، نه به عنوان، نه به دنبال حقیقت. و یکی هم خودخواهیشه، اون سلفیش بودن. این ستا میاد در کنار هم قرار میگیره و مطالعات نشون داده که مغز انسان در طی تکاملی که پیدا کرده در فرایند اِوولوشن، در این فرایند اینها رو کسب کرده، اینها در سخت افزار مغز انسان جای گرفته و چیزی نیست که مثلا انسانی به دنیا بیاد این خودخواهی ها، این منفعت طلبی ها، اینها جزوی از وجود ما شده و تا با اینها کنار نیایم، تا اینها رو مدیریت نکنیم، نمیتوانیم شهروند جهانی بشیم، شهروندی بشیم که سعدی میگه که بنی آدم اعضای یکدیگرند، حالا یک پیکرند به هر تعبیری، که در آفرینش ز یک گوهرند. یعنی همه آدم ها رو دوست داشته باشیم، نه در وجود انسان ایگوسنتریزم و سوسیوسنتریزم به شدت فعاله. یعنی هر انسانی خودش رو، و بعد مانند سنگی که شما داخل آب میاندازید از کانون به اطراف امواجی رو میفرسته، انسان در خودخواهیش به همین شکل عمل میکنه. یعنی ابتدا خودش رو قرار میده، بعد میاد حالا خانوادهش رو، بعد حالا اطرافیاش رو، دوستاش رو، همشهری ها، و بعد هموطنانش رو برتری میده نسبت به انسان. مغزش در این جهت تکامل پیدا کرده، نه در جهت کشف حقیقت. و اگر ما آدما بدونیم چگونه فکر میکنیم، بسیاری از مشکلاتی که امروز در جوامع شما میبینید، بسیاری از اینها برطرف میشه. بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر، اگر بخوام از شما بپرسم، ببینین، برای من به عنوان یک مخاطب عام مثل تمامی مخاطبان دیگه که الان دارن صدای شما رو به زودی میشنون، اینه که اگر من بخوام، برای مثال، آیا کلاس هایی شما دارید؟ چگونه آموزش میدید؟ به خاطر اینکه این تاپیک ها و تایتل هایی که شما هایلایت میکنید و نام میبرید، هنر تصمیم گیری، هنر پرسشگری، تمامی اینها خودش مفاصل و زیر مجموعه های خودش رو داره. چیزی که من خودم شخصا باهاش برخورد میکنم، میبینم که بسیاری از هموطنان گرامی یا حالا افراد دیگه از گوشه کنار دنیا، وقتی باشون برخورد میکنیم، یه سری تاپیک رو یاد گرفتن، یه سری تایتل رو یاد گرفتن، ولی عمیق درش نشدند. همونجوری که خودتون فرمودید، ممکنه که اگر که مخاطبان جوایز پارسی الان فقط به همین برنامه در واقع بسنده کنن و تمام کنن، کریتیکال تینکینگ و بخوان فقط از این هایلایت ها استفاده کنن یا بخوان فکر کنن، ممکنه به راه های درستی نرن، این راه رو درست نرن که به اون نتیجهی که باید از این همه به حال تعلیفاتی که شما داشتید، کلاس هایی که داشتید، استفاده صحیح رو ببرن. چیزی که من میبینم، سرسری ما از این تاپیک ها، از این تایتل ها میگذریم، از هر جایی جست گریخته چیزی رو یاد میگیریم و این شاید به بیراه خیلی ها رو بکشونه، شاید اوورتینکینگ، یعنی به جایی برسن که اصلا این برنامه ما به اونجا قرار نبوده ختم بشه، یا این همه تحصیلات شما، داشته های شما، چیز دیگری رو داره تعریف میکنه که باعث میشه شما 100 برنامه در تلویزیون و رسانه آینه داشته باشید و هنرمند عزیزمون جناب داریوش اقبالی حتی در مورد کلاس هایی که شما گذراندید و یا برنامه هایی رو که در اون رسانه داشتید بخوان در موردش صحبت کنن. تمامی صحبت من اینه که من میخوام مخاطبان جوایز پارسی از این گفتگوی ما و داشته های شما استفاده کنن. اگر بخوام خودم رو شاگرد شما بدانم، چگونه برنامه هاتون رو تعریف میکنید برای من؟ خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که راستش در ایامی که کووید درگیر شده بود، خیلی از کلاس ها در زوم راه افتاد و تشکیل شد و به همین ترتیب من هم کلاس های آموزش مهارت تفکر رو در زوم برگزار میکردم و همچنان ادامه داره. اسم داریوش جان عزیز رو بردید.
دوستانی که متخصصینی که در امریکا و جاهای دیگه از طریق زوم در کلاس من شرکت میکردن، از جمله این افراد جناب پروفسور محمد نواب. بله. دکتر محمد نواب استاد بخش قلب دانشگاه UCLA هستند. ایشون که چند جلسه ای در کلاس های من شرکت کردند، خودشون در تلویزیون آینه یه برنامه دارن با عنوان جام و جان. بله. از من خواستن چند برنامه ای من معرفی بکنم این سبک نگاه به مسئله تفکر رو، چون عرض کردم خدمتتون یک اشکالی که مسئله تفکر وقتی صحبتش رو میکنیم پیدا میکنه، افراد مخاطبان گرامی فکر میکنن بحث فلسفیه، قراره بشینیم و مثلا بحث های فلسفی بکنیم، در حالی که اصلا چنین چیزی نیست. دقیقا یک کار، یک مهارت زندگیه، باید یاد بگیریم چطوری تصمیم بگیریم و خیلی کمک میکنه به افراد. واقعا افراد در تصمیم گیری میتونن خیلی بهتر و موفقتر عمل بکنن. اونجایی که دچار ناهماهنگی شناختی میشن، باورهایی رو سالها داشتن، بعد تلویزیون ها، رسانه ها حرفای دیگه میزنن، واقعا آدم نمیدونه کی راست میگه، چه ابزاری، چه مبنایی، چه ترازویی باید در اختیار من باشه تا من بدونم آیا این باورهای من دارم اینا درسته یا من سالها خرافاتی زندگی کردم. ابزار این کار رو کریتیکال تینکینگ در اختیار ما قرار میده. ببینید کریتیکال تینکینگ نمیگه بیا من بهت بگم تو مثلا این باور رو داشته باش، اینو نداشته باش. این نکته خیلی مهمیه. کریتیکال تینکینگ اصول درست فکر کردن رو به یه هندی، به یه ژاپنی، به یک ایرانی، به یه سوئدی یاد میده، بعد میگه این ترازو رو خودت ببر وزن کن. من بهت نمیگم باورای تو چه وزنی داره، کجاش خرافاته کجاش نیست، چون اینجا جاییه که افراد معمولا گارد میگیرن و مشکل ساز میشه. کریتیکال تینکینگ اون ابزار رو میده. بعدن که با دکتر نواب چند جلسه ای رفتیم، داریوش جان علاقمند شد، اومد سر کلاس ها، در کلاس های زوم شرکت میکرد، فوق العاده به این مبحث علاقمند شد و بعد از من خواست که خب حالا اگه بخوایم اینو به شکل یک برنامه تلویزیونی ارائه کنیم که مثلا حالا محدودیت های زمانی خودشو داره، چند جلسه میخواد؟ و من خدمتشون عرض کردم 100 جلسه. و در 100 جلسه ما این برنامه رو در تلویزیون آینه رکورد کردیم. دوشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت کالیفرنیا و 9:30 شب به وقت ایران این برنامه از تلویزیون آینه پخش میشه. ما از 10 ژانویه 2022 شروع کردیم این برنامه رو و 17 ژانویه اولین برنامه پخش شد و تا کنون 58 برنامه از این دوره آموزشی از تلویزیون آینه پخش شده و همچنان ادامه داره. عزیزانی که بخوان به این آموزش دسترسی داشته باشن میتونن اپ تلویزیون آینه رو روی گوشی هاشون نصب بکنن. بنیاد آینه یک اپلیکیشن خیلی خوبی داره که برنامه های تلویزیون آینه داخلش هست. اونجا در قسمت آرشیو برنامه ها که برن، بعد برنامه های مختلف رو میبینن. یکی از برنامه هایی که اونجا هست نوشته شده مهارت درست فکر کردن با دکتر باقری، اونجا میتونن از برنامه اول رو به شکل حالا بر اساس تایمی که دارن یکی یکی بشینن و برنامه ها رو ببینن. این یکی از کارهایی هست که انجام میشه. ولی مسئله تفکر رو باید از این منظر مورد توجه قرار بدن که هر کسی باید اونو پرسونالایز بکنه، یعنی برای خودش ببینه که موانع، مثلا فرض کنید سوگیری لنگر کجا روی ذهن او اثر میگذاره و صرفا اینها رو به شکل، ببینید ما knowing what داریم و knowing how، به شکل اطلاعات و داده هایی بر ذهن
میدونید معلوماتی که افراد میرن حفظ میکنن و بعد حتی امتحان میدن 20 هم میگیرن نباید باشه. این یک کار عملیه، یعنی باید جلوه هاش رو، تمایزی که ریچارد پال میده در مورد فرق بین information و knowledge همینه. میگه آدم ها ممکنه مثلا اطلاعات تاریخی زیادی داشته باشن، خب ولی اطلاعات تاریخی دارن، دانش تاریخی اینه که من اونو درونی کرده باشم، و درونی کردن از طریق thinking هست، از طریق تفکره. و حالا اگر فرصت بشه، من دو جنبه داره مطالعات تفکر، یه جنبش خدمتون عرض کنم در زندگیه، جنبه دیگر در education، و چهار کاربرد تفکر در آموزش. اتفاقا عنوان سخنرانی سال گذشته من در کنفرانس تفکر نقادانه بود که من در مورد چهار بخش یا چهار جنبه این که تفکر، دانستن تفکر در ایژوکیشن چه کمکی به ما میکنه اونجا صحبت کردم. بنابراین اسپکت های زیادی داره و باید اینو تبدیل به دانش بکنیم، نه به شکل اطلاعات باری بر حافظه باشه. حالا به میزانی هم که افراد حافظه قوی داشته باشن بتوانن در جلسه ای اونو چکار بکنن، بیان بکنن. آره من میدونم تواضع فکری چیه، اینه اینه اینه. نه، باید تواضع فکری در من ایجاد بشه و من با تواضع فکری زندگی بکنم. خب حالا مثلا یه بخش، یه جزء تواضع فکری که مشکل خیلی از ما ایرانی ها هم هست که باید در خودمون ایجاد کنیم، اینه که انسانی که تواضع فکری داشته باشه درباره هر موضوعی از هر نظر نمی کنه. یعنی از خودش سوال میکنه در این باره چی میدونی، چه کتابی خوندی، چه مقاله ای رو، چقدر اینو تخصصی میدونی، اون وقت اظهار نظر کن. یا باید خودت مقاله نوشته باشی، کتاب نوشته باشی، کار کرده باشی، و یا اینکه به هر حال از یه جایی بیاد دانشه. همینجوری نمیشه راجع به هر چیزی اظهار نظر بکنی، و این تواضع فکری باید بیاد در ما ایجاد بشه و ما اونو به شکل نالج داشته باشیم، دانش، نه به شکل صرفا یه مقدار اطلاعات. بنابراین عزیزانی که بحث ها رو دنبال میکنن، من خواهش میکنم از این منظر بهش نگاه کنن که بخش به بخش اینها باید در من ایجاد بشه. مثلا اگه این هفته دارید روی سوگیری تاییدی یا confirmation bias کار میکنید، مبحثو که آشنا میشید باید بشینید ببینید شما کجا سوگیری تاییدی دارید، کجا میاد تفکر شما رو دچار خطا میکنه. اون بخش خیلی مهمه. کسانی که در کلاس ها حضور پیدا میکنن این فرصت رو دارن، چون من دقیقا میبرمشون روی مشکلات فکری خودشون. ولی کسانی که از تلویزیون استفاده میکنن همیشه باید این هشدار رو بدم، نکنه این تماشای برنامه صرفا دوباره تبدیل بشه به اطلاعات. یه مقدار اطلاعات در زمینه تفکر باید عزیزانی که از برنامه های تلویزیونی استفاده میکنن با این نگاه این کار رو دنبال بکنن که برای اونها، در زندگی اونها، در تفکر اونها این مبحث چگونه باید آموخته بشه و به کار گرفته بشه. بسیار عالی، ممنونم از توضیحاتی که دادید. میخواستم همین چند جمله آخر رو بشنوم، چون که همیشه همه ما نگران این هستیم که همجور که فرمودین سوشال مدیا یا اطلاعات جسته گریخته باعث میشه که راه ها تازه به غلط رفته بشه تو خیلی از دوره ها. و اینی که شما توضیح دادید به هر حال مطمئنم که قابل استفاده مخاطبان و خود من هستش. یه موردی که هستش جناب دکتر، من میخوام شما یک مقایسه، درسته که مقایسه درست نیست ولی به هر حال ما ایرانی هستیم و من علاقمندم که یک مقایسه ای بکنیم جوامع امریکای شمالی رو، حالا برای مثال، یا امریکا رو با ایران در ارتباط با این آموزش هایی که شما دارید. چقدر برای مثال امریکایی‌ها بیشتر توجه می‌کنن به سخنان شما، به این دوره‌ها، در مقایسه با ایرانی‌ها و هموطنان عزیزمون؟ چه جوری اینو شما می‌تونید برای من به تصویر بکشید؟ خواهش می‌کنم.
اون بخشی که خدمتون درباره موانع درست فکر کردن خدمتون عرض کردم، طبق مدلی که من برای تفکر نوشتم، موانع درون ذهنی، بعد میاد موانع برون ذهنی، و گفتم رسانه ها اونجا دارن کار میکنن، حکومت ها اونجا هستند، یه بخشش هم آموزه های فرهنگی هست که از طریق فرهنگ کالچر به افراد داده میشه، که این دیگه این بخش از مطالعات تفکر از جامعه ای به جامعه دیگه فرق میکنه. یعنی باید برن ببینن مشکلاتی که از نظر فرهنگی جامعه امریکا مثلا داره چیه، این نوع مانع در ایران چگونه نقش آفرینی میکنه. مثلا در جامعه ایران عرفان مبحثی است که من خودم بهش خیلی هم علاقه دارم، اما ادبیات فارسی، برخی اشعاری که عرفا دارن، اینها جزو موانع درست فکر کردنه. و این منو بر این داشت که من در کانال یوتیوبم اصلا یه برنامه گذاشتم، عقل ستیزی در عرفان، و روی این کار کردم که اگر شما میبینید مولانا میگه پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، یا ز عقل اندیشه ها زاید که جانها را بفرساید سعدی میگه، خب اینا شعرهاییه که ممکنه افراد از اینا استفاده کنن. بابا اصلا عقل اصلا اهل این حرفا نیست، به درد این کارا نمیخوره، ما باید با دل زندگی بکنیم. یه برداشت های سوء برداشت هایی از این اشعار سبب میشه که در جامعه مثل جامعه ایران وضعیت تفکر بسیار بد باشه. در کنار این آموزه ها حکومت ها، به هر حال جامعه آمریکای شمالی به هر حال حکومت ها دموکراتیک هستند و مردم در سرنوشت خودشون خیلی بیشتر میتونم بگم که دخیل هستند تا جوامعی مثل ایران. و باز مشکلاتی که مثلا برنامه هایی که در تلویزیون ها درست میشه در جهتیه که ذهن ها رو کنترل بکنه. ببینید حکومت های غیر دموکراتیک توتالیتر، یکی از برنامه هاشون کنترل ذهن شهروندانشون، یعنی برنامه ها رو در اون جهت می سازن و خیلی کارهای بدی می کنن. هم در حوزه سینما و تئاتر این کار رو می کنن، هم در بخش های خبری، در تحلیل ها. کسی که بیاد کریتیکال تینکینگ رو یاد بگیره دیگه توی این دام ها نمی افته. چون اونجا ما قشنگ توضیح میدیم که حکومت ها و رسانه ها چگونه این کارها رو انجام میدن و تکنیک هاشو در دوره های آموزشی میگیم. بنابراین یک بحث کاملا عملی، صرفا مبحثی فلسفی نیست، و من فکر میکنم اگر عزیزان به این مبحث وارد بشن بهش علاقمند خواهند شد. فقط خوبه که اونو خوب بشناسن در ابتدا و بدونن چگونه میتونن از این مباحث استفاده بکنن. اگر بخوام مقایسه ای انجام بدم، این مقایسه به شکل مطالعات آکادمیک انجام شده. این گونه نیست که مثلا مردم آمریکا مشکلات فکری ندارن، اتفاقا خیلی هم دارن. و مثلا من کلیپ هایی رو میدیدم که افرادی مصاحبه میکنن، امریکایی هم هستن، ولی هنوز معتقد هستیم که آقای ترامپ رئیس جمهوره و ارتش در اختیار ایشونه و بایدن اونجا برای خودش مثلا میره و میاد. و باور بفرمایید، یعنی این باور وجود داره در ذهن بعضی شهروندان آمریکایی. این گونه نیست که مثلا بگیم که اینجا هیچ مشکلی نیست، اونجا در جوامع مثلا کشورهای جهان سوم مشکل هست. هر جامعه ای مشکلات فکری خاص خودش رو داره. درسته. خیلی متشکرم، ممنونم از توضیحاتی که دادید. به هر حال ما در مجمع جوایز پارسی با هزاران متخصص ایرانی جهان صحبت کردیم توی بخش های مختلف. اینو خدمتتون باید عرض کنم که وقتی که فرمودید که پدر مادرها باید در واقع این تفکر رو به فرزندانشون تعلیم بدند، من رو برد توی یکایک مصاحبه ها و گفتگوهایی که داشتم و دیدم
بسیاری از متخصصینمون با تخصصهایی که داشتن زندگیشون رو ادامه دادن، مشغول به کار هستن، فعالیت هستن و رزومه های بسیار درخشانی رو دارن. اما فکر می کنم که برخی از این عزیزان که تعدادشون هم کم نبود، اگر که این تعلیم رو دیده بودن، حتی خود من برای مثال، من خودم اول از همه به عنوان یک شخص از این دهکده جهانی اگه بخوام نام ببرم، فکر می کنم که اگر این مهارت رو همانند تمامی مهارت های دیگه آموخته بودم، شاید الان خیلی خوشحال تر بودم به خاطر خیلی کارهایی که شاید در زندگی من انجام دادم، و این رو من خیلی رکومند می کنم و بی‌صبرانه منتظرم بیشتر بشنوم. در ارتباط با بنیاد آینه شما صحبت کردید و برام خیلی جذاب و جالبه که از شما بشنوم، چون که بازم عرض میکنم برمیگردم به برنامه هایی که توی بخش های مختلف ایران زمین در خدمت مردم و متخصصین عزیزمون بودیم. اعتیاد یکی از عوامل خیلی خیلی واقعا بغرنجیه که سرزمین ما رو خیلی تحت تاثیر قرار داده و ما داریم که جناب داریوش اقبالی به هر حال همچین بنیادی رو پایگذاری کردن و به این خوبی دارن فعالیت میکنن. اگر که شما بخواین آموزش های خودتون رو، برام خیلی جالبه چون 100 تا برنامه هستش و بدون تردید دنبال خواهم کرد، اما بخواین برای مخاطبان ما بفرمایید که اعتیاد و این آموزش هایی که شما دارید رو چگونه تعریف میکنید، کجا اون ارتباط رو پیدا کردید که این همه زمان براش گذاشتید؟ خواهش میکنم. بسیار مطلب مهمی رو اشاره فرمودید. توصیه ما به والدین این هستش که عنایت داشته باشند به این تفکر به عنوان مهارت زندگی، و توصیه میکنیم که همونطور که مراقب هستید بچه هاتون شنا یاد بگیرن، موسیقی، نقاشی، مهارت های زندگی رو یاد بگیرن، بعداً در سنین بالاتر رانندگی، این فکر کردن رو هم در دستور کار قرار بدید. اگر این فکر درست فکر کردن در دستور کار قرار بگیره، بدون شک بچه‌ای که درست فکر کردن رو در کودکی میآموزه، سمت این مسائل دیگه نمیره. یعنی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی ما برطرف میشه، پیشگیری میشه ازشون. میدونید تفاوت کاری که ما در حوزه تفکر نقادانه انجام میدیم با روانشناسی و روانکاوی و این مسائل همینجاست. یعنی اونا بعد از اینکه فرد دچار مشکلاتی میشه میبرن به سمت درمان. کار ما درمانی نیست، کار ما آموزشیه، و پیوند بین کاری که ما انجام میدیم و آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد این هستش که این آموزه‌ها کمک میکنه افراد بهتر فکر بکنن و احتمال درگیر شدن در این گونه مسائل، یعنی هم روی آمار اعتیاد جوامع اثر میذاره کاری که ما انجام میدیم، هم روی آمار خودکشی و خیلی از مسائل مشکلات دیگه. و اینجا هست که باید بریم سراغ آموزش، از طریق ادویکیشن سطح جامعه رو بالا ببریم، تا اینکه ما جامعه رو ول میکنیم، رها میکنیم به حال خود. کودک در خانواده با مشاهده اینکه پدر چگونه تصمیم میگیره، مادر چگونه فکر میکنه، یه چیزایی یاد میگیره و خلاصه زندگیش رو شروع میکنه. بسیاری از افراد ازدواج میکنن در حالی که هنوز پرنتینگ رو نمیدونن، و بعد نمیدونید چقدر آسیب ها سراغ جوامع میاد، در حالی که اگر به این مسئله فکر کردن ما به عنوان یک مهارت زندگی فکر بکنیم، از مقوله این بحثی که شما مطرح فرمودین، از این پنجره اگه بهش نگاه بکنیم، از این دریچه بهش نگاه بکنیم، روی آسیب‌های اجتماعی هم بسیار میتونه مفید باشه. و از این جهت من توصیه میکنم به والدین، بهترین کادو، بهترین هدیه‌ای که میتونین به فرزندانتون بدین، بعضی از والدین رو من میبینم در کودکی مثلا آرزوی فلان ماشین رو داشتن، آرزوی داشتن فلان مثلا خانه رو داشتن، سعی میکنن برای بچهشون اونو فراهم بکنن. من همیشه میگم بهترین کادو به فرزند اینه که
روش درست فکر کردن رو یاد بگیره. دو تا کار میتونن والدین در این زمینه انجام بدن. یکی این که خودشون یاد بگیرن، خودشون برن این آموزش ها رو دنبال بکنن، یاد بگیرن و بعد در به صورت عملی در خانه اینها رو اجرا بکنن. مثلا اینکه یاد بدن به بچه ها چگونه استدلال بکنن، چگونه از مقدمات یه نتیجه بگیرید. این یه کار خیلی شاید وقتی یادش میگیریم ساده ای باشه، ولی شما باور میکنید که مطالعات نشون میده هم در ایران هم در کشورهای دیگه، که مثلا افرادی که میتونن انتگرال بگیرن، جبر و ریاضی و مسائل سخت رو حل بکنن، اینها توی استدلال اینقدر ضعیفن، بهشون یک استدلال معیوب رو بدی، بگی اشکال این استدلال کجاست، متوجه نمیشه. اینقدر ما به این آموزش ها نیاز داریم. اگر این کار رو والدین به این شکل، در غیر این صورت فرزندانشون رو بفرستن از این دوره های آموزشی استفاده بکنن، اگر به سنی رسیده باشن که بتوانن از این دوره ها استفاده بکنن. چون اگه خودشون یاد بگیرن دیگه از همون کودکی، همونطور که کودک زبان اول رو از محیط میگیره، شما بچه‌ای که در شیراز با لهجه شیرازی فارسی رو یاد میگیره، اون که توی مشهد با لهجه مشهدی یاد میگیره، خب تفکر دقیقا همین شکلیه. یعنی با همون شکل و شمایل که زبان داره به صورت گویش ها و لحجه ها و اینها، به همون شکل تفکر رو پیکاپ میکنه از محیط. خب پس اگه کودک مثلا سنین پایینی داشته باشه، توصیه میشه والدین یاد بگیرن و خودشون اجرا بکنن تو خونه درست فکر کردن رو، تا این فرزندشون از این طریق. اگر سنین مثلا 15 سال به بالا باشه، دیگه میتونه خودش هم در دوره های آموزشی شرکت بکنه. اگه واقعا خودشون فرصتش و حوصلش رو ندارن، حداقل بچه هاشون رو به این دوره ها بفرستن که این آموزش ها رو ببینن. بسیار عالی، بسیار سپاسگزارم از توضیحات جامعی که دادید. بدون هیچ تردیدی واقعا نیازمندیم که بیشتر از شما بشنویم و به هر ترتیب مخاطبانم حتما از ما سوالهایی رو در این ارتباط خواهند داشت. اگر که بخوایم این مقوله رو الان اینجا ببندیم، فقط خواستم که مخاطبان با شما بیشتر آشنا بشن و صحبت هایی که امید بر این دارم که در این در خدمتتون باشم برن یک مقداری تحقیق کنن تا برگردیم با برنامه های دیگری. اگر بخوام از شما بپرسم که یک روز نرمالتون که از خواب بلند میشه در کالیفرنیا، اینو ازتون بپرسم، چند سالی که خارج از کشوری؟ من راستش اولین سالی که به امریکا اومدم سال 2013 بود. 2013 برای دعوت شدم به سخنرانی برای همین کنفرانس کریتیکال تینکینگ در برکلی بود. از نزدیک با ریچارد پال، دکتر لیندا الدر، دکتر جرالد ناسیچ، با بزرگان کریتیکال تینکینگ در اون کنفرانس آشنا شدم. از من خواستن که بیام و اینجا بمانم، ولی در اون مقطع همسرم تخصص میگرفتن در دانشگاه شهید بهشتی، تخصص زنان و زایمان، و مشغول تحصیل بود و ما اون سالها نیومدیم، ولی هر سال میومدیم، چند ماهی اینجا بودیم و در کنفرانس ها و برنامه ها شرکت میکردیم. 2013، 14، 15 دیگه سرکله آقای ترامپ که پیدا شد و ویزا به ایرانی ها نمیدادن و سخت شد، دو سه سالی وقفه افتاد. 2019 دیگه ما اومدیم و اینجا موندیم. تقریبا 4 ساله که آمریکا هستم دیگه برنگشتم. خیلی متشکرم از توضیحاتی که دادید و با اون رزومه پرباری که دارید، هم آموزشگاه داشتید، هم هفته نامه داشتید، هم دکتراتون رو گرفتید و با همه اینها اون تجاربی که از اون قسمت جهان از کشور عزیز خودمون آوردین، بدون هیچ تردیدی اینجا شاید بتونید بیشتر به هر حال همراه هموطنانمون باشین و من از این مسئله خیلی خرسندم. اگر بخوام بپرسم که تمامی این شغل و کارهای حرفه‌ای و تحصیلات و همه اینها رو بذاریم کنار، یک روز معمولی شما، یک روز تعطیلتون البته اگر داشته باشید، چگونه تعریف میشه؟ به چه کارهایی میپردازید معمولا؟
خدمتتون عرض کنم که خب اگر روز کاری نباشه معمولا نباشه. بله هیچ روزی برای من خالی از تفکر نیست، یعنی بله نمیتونم اصلا هرگز نمیتونم روزی رو در زندگیم به یاد بیارم که به این کارهایی که میپردازم کاملا مثلا همه چیز تعطیل باشه، ولی معمولا گاهی اوقات به پیاده روی خیلی علاقمند هستم و پیاده روی رو البته هر روز انجام میدم، ولی اگه روز تعطیل باشه میرم ساحل دریا و وقت بیشتری رو اونجا میگذرونم، چون اون دریا به من آرامش خیلی خاصی رو میده و سعی میکنم که روزهای تعطیل رو اونجا بگذرونم، ولی در این حال مثلا خیلی وقتا میشه که به هنگام پیاده روی اگه کسی با هم نباشه به پادکست های گوش میکنم و خیلی وقتها هم فکر میکنم، یعنی واقعا من باور بفرمایید این فکر کردنه اینقدر کار شیرینیه که وقتی که واردش میشی بعد شروع میکنم مثلا به ایران فکر کردن، به مشکلاتی که هست فکر کردن، بعد چه راه حل هایی به ذهنت میرسه، چه کار بکنیم وضع ما بهتر میشه، شروع میکنم حالا بر اساس حالا اون فکری که در اون لحظه به ذهنم میرسه راجع به اینجور مسائلی هم فکر کردم، ولی بیشتر سعی میکنم روزهای تعطیل رو نزدیک آب باشم. بسیار عالی، ایالت خوبی رم انتخاب کردید، کالیفرنیا و لس آنجلس که بر ترتیب بسیار زیباست و خوشحالم که هم میتونید همین یه زمانی دیروز هم بذارید. سانتا مونیکا بودیم، جای شما خالی، بسیار خیلی خوش گذشت، جای شما خالی. یکی از بهترین نقطه های جهانه که من هر وقت اونجا رفتم واقعا لذت بردم و چقدر خوشحالم به هر ترتیب که میتونید از زمان فریتونم به هر حال با طبیعت باشید. اگر که بخوام از شما بپرسم به نظر شما ایرانیان جهان چگونه میتونن دست همدیگر رو بگیرن و چگونه میتونن به همدیگه کمک کنن، چی میفرمایید؟ خواهش میکنم، اون چی که من رفتم روش کار کردم روی بخش مطالعات فرهنگی اون قسمت، مشکلات فرهنگی ایرانیا که حالا میاد مشکلات فکری و فرهنگی، اساتید زیادی در این زمینه کار کردن، دکتر سریع القلم کار کرده، آقای ملکیان کار کردن، افراد زیادی هستن در گذشته، صادق هدایت روی این موضوع مطلب نوشته، تقی زاده مطلب نوشته و من هم یک کارای انجام دادم تو این حوزه. من فکر میکنم آنچه که ایرانی ها بهش نیاز دارن کنار گذاشتن توهم توطئه هست. توهم توطئه در ایرانی ها خیلی زیاده، ایرانی های مثلا داخل خارجی ها رو همه رو جاسوس و فلان و موساد و CIA و اینا میبینن، اینجا شما هستید اگه یه ذره مخالفت کنید با اون فرد بگی که ببین برای آینده ایران اگه از این مسیر بریم شاید بهتر باشه، سریع میگن اینو جمهوری اسلامی فرستاده، این از خودشونه، این اومده اینجا فلان بکنه. این چیزی که من میبینم برای این که ما بهتر، ببینید الان هم هر جا که صحبت از همبستگی میشه، صحبت از اتحاد میشه، شما اولین مانع همبستگی، کنار هم نشستن، هم فکری کردن، ما چه چیزی ما رو از هم جدا میکنه، ما رو خصم یکدیگر میکنه، این مسئله توهم توطئه هست. یعنی این کانسپیرسی رو باید کنار بذاریم. شاید بالاخره همیشه در گذشته افرادی بودن که به هر حال جاسوس بودن، چه میدونم خود فروخته بودن، وطن فروش بودن، کسی هم باید، ولی شما مثلا به حتی یه بحثی رو من دنبال میکردم که یک سخنرانی هم دربارش داشتم در مورد جریانات روشنفکری در ایران که یه تقسیم بندی سگانه انجام دادم، اونجا داشتم مطالعه میکردم دیدم باز این مسئله اونجا خیلی زیاد، خیلی پررنگه، یعنی همه اونایی که مثلا توی گروه دومن گروه اول و سوم رو با این ویژگی فکری که دارن خائن و وطن فروش و اینا میبینه، در حالی که خب شاید طرف عقلش همینقدر رسیده، چرا اینقدر ما بدبینیم نسبت به هم دیگه؟ اگه ما ایرونی ها یه مقدار این بدبینی رو
نسبت به همدیگه تبدیل کنیم به مهربانی، تبدیل کنیم به این که خب اون متفاوت از من فکر میکنه، و بشینیم ببینیم که خردی که اون داره با خرد من اگه جمع بشه میتونه یه چیز جدیدی ایجاد بشه، میتونه یک خرد جدیدی درست بشه که یه قدم ما رو جلو ببره. علتی که ما عقب میفتیم این توهم توطئه هست که من امیدوارم یه مقدار ایرانی ها بهش توجه بکنن و ما رو میتونه با در کنار هم قرار بده، در صورتی که این عامل رو در خودمون ببینیم، کشفش کنیم و درمانش کنیم. بسیار سپاسگزارم. به نکته خیلی جالبی برخورد کردید. میتینگی قبل از جلسه با شما داشتم و این صحبت از این جمله از پدیدآورنده جوایز پارسی همواره به تیم و به من و به بقیه دوستان همیشه گوشزد میشه که توهم توتر رو از خودمون دور کنیم. و کاملا درست میفرمایید، چیزیه که من خودم شخصا باهاش برخورد داشتم و تنها کاری که تونستیم در مجموعه جوایز پارسی پرژن اوارز در این راستا انجام بدیم با عمل کردمون، با این تاریخ نگاری تصویری که داریم انجام میدیم، شاید بتونیم ما هم در کنار شما متخصصین و دیگر مردم سرزمینمون واقعا روی این بیشتر کار کنیم و فقط دنبال مچگیری از همدیگه نباشیم. در واقع چیزی که از شما یاد گرفتم تو همین جلسه این هستش که بیشتر به همدیگه گوش کنیم. ما فقط میشنویم و رد میشیم. بیشتر گوش کنیم، بیشتر تفکر کنیم و بیشتر بیایم روی خرد جمعی کار کنیم. یعنی وقتی که برنامه های به این سبک تولید میشه که شما عزیزان در شرکت میکنید، حالا چه در تلویزیون آینه، چه در برنامه های دیگه ای که خودتون دارین، یا در مجموعه جوایز پارسی Persian Awards، بیشتر توجه کنیم. فقط از روش نگذریم، ببینیم متخصصین ما چی دارن میگن. این متخصصین ما سالیان زیادی رو تحصیل کردن، مطالعه کردن، تألیف کردن و اینه که میتونه آینده روشنی رو برای ایرانیان جهان، چه در داخل کشور چه هر جای جهان که هستن، من معتقدم کمک کنه و ما روزهای بهتری رو در کنار هم دیگه داشته باشیم، با هم مهربان باشیم. بسیار زیبا گفتین شما، ممنونم ازتون. در خدمتتون هستم. من اگر که اجازه بدید، همجور که عرض کردم خدمتون قبل از برنامه، بسیار علاقه من هستم که در این ارتباط بیشتر در خدمتون باشم در سمینارهای تخصصی. ما برنامه رو، این برنامه رو در اینجا به انتها برسونیم. آیا مطلب دیگری هست که علاقه مندید با مخاطبان جوایز پارسی به اشتراک بگذارید؟ میخوام دیگه خستشون نکنیم بیشتر از این و خیلی خوشحال شدم از دعوت شما. تشکر میکنم از جوایز پارسی، از زحماتی که شما و دوستانتون میکشید. من به سهم خودم تشکر میکنم و برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت دارم. بسیار سپاسگزارم از وقت ارزشمندی که به من دادید و اگر اجازه بدین در اینجا از طرف شما، از طرف خودم، از تمامی مخاطبان جوایز پارسی خداحافظی میکنم. تا دیداری بعد، بدرود. Thank you.